سلام دوباره، بخش پایانی بخش سرخط برنامه و ادامه بحث سرخط با همکار مریم جان و موضوع بحث ما را اگر میخواین دنبال بکنین با همکار خوب و مریم جان باشین در بخش سرخط. بله مریم جان، امروز در رابطه با بازار فارکس صحبت داریم که هموطنانمون مخاطبین بامداد خوش در جریان هستن که پرونده این بازار قرار است تا 2 هفته دیگه به دادگاه برن و خبرها و حاشیه‌ای که ایجاد شده در این رابطه. بازار فارکس هم از بازارهای ارز جهانی هست که تبادلات ارزهای خارجی صورت میگیره و در این بازار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران و مؤسسات و بانک‌ها و صرافی‌ها با دنبال خرید و فروش ارزهای جهان هستن و معاملات در بازارهای بین بانکی انجام میشن و همچنان یک کانال آنلاین ارز 24 ساعته است که در 5 روز هفته معامله میشه و فارکس هم یکی از بزرگترین بازارهای تجارت است و گردش مالی روزانه ای بازار بیشتر از 5 تریلیون دلار هست. امروز هم ما صحبت داریم با آقای جمشید رسولی، سخنگوی لوئی ساران والی، در رابطه با حاشیه‌ها و صحبت‌هایی که در رابطه با بازار فارکس در افغانستان با وجود آمده. شما هم سوالات خودم میتونین با ما شریک بسازین. آقای رسولی صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر، صبح شما و صبح بیننده محترم بخیر باشه. بله، خبری که نشر شد در رابطه با کار و فعالیت و حرفا و حاشیه‌هایی که در رابطه با بازار فارکس بوده، اگر صحبت‌ها رو از اینجا آغاز کنیم، آقای رسولی، که چند شرکت در بخش فارکس در افغانستان فعالیت دارن و چند مشتری از این شرکت‌ها ضرر دیدن؟ تشکر. می‌خوام عرض بکنم که یکی از قضایایی که امروز تحت کار همکارای ما در سارانولی افغانستان قرار داره، قضیه تحت نام یک شرکت به نام شرکت البشیر است که البته کسایی که در شرکت کار میکنن نام مدعی هستند که این یک لینک یا یک بخش از شرکت جهانی فورکس است، یا بعضی آویژن میگن و فورکس میگن. جریانی قسم است که چند قبل حدود بیش از 1-2 ماه قبل یک تعداد از همشهری ها و هموطنان ما به سارانولی افغانستان عارض شدن و گفتن که شکایت کردن. دقیقا شکایت را ثبت کردن و عارض شدن که گویا ما با یک شرکت به نام البشیر معاملات را داشتیم، معاملات تجارتی بود ولی اینجا فریبکاری شده و پولهای ما ایف و میل شده و هدر رفته. هر کس هم بسیار ارقام بلند پولی را هم در درخواستیاشان یا عرایزشان ثبت میکردن و شکایتشون از این بود که ما نمیتونیم به مو حساب خود دسترسی داشته باشیم. از آنچه که ما و شما اینجا مطرح میکنیم از این بزرگتر است. به این معنا که برخی ها ادعا میکردن که ما با این شرکت آمدیم معاملات تجارتی داشتیم، حال معاملات ما روشن نیست. بعضی ها می آمدن که ما گویا شرکت بر ما میگن که نقص کردین، اما سرمایه ما گم شده. چون یک موضوع مالی بود، ما کوشش کردیم که در ابتدای امر ایره با افغانستان بانک شرکت با افغانستان بانک یک بانک افغانستانی یک شریک بسازیم. بله. هم نظر تخصصی از اونا رو بگیریم و هم فعالیت های تجارتی که در افغانستان در این سطح همیشه جوازش و پروسه نظارتیش از طرف افغانستان بانک صورت میگیره. اگر اشاره کنین که چند مشتری اینو شکایت ثبت کرده بودن و شکایت و گلازی داشتن که ما ضرر کردیم در معامله. دعوایی که مثلا از طریق رسانه مطرح شد، گفته میشد تعداد زیادی از همشهری میشد. به این معنی که یک نفر آمده و در درخواستی خود 10 نفر دیگر هم نامش را ذکر کرده، اما 10 نفر هنوز معلوم نیست که پیش ما آمده باشند، تثبیت هویت شده باشه، قرارداد خود آورده باشه. که ما حدود بین 10 تا 15 نفر کسایی هستند که فیزیکلی یعنی به شکل حضوری به سارانولی ما آمدین و ما از اونا تحقیقات را انجام دادیم. چون اینا ادعای کلان پولی را میکردن، در قدم اول سارانولی لازم دید تا رئیسی شرکت ممنوع الخروج بکنه. اینو قضایا مربوط کدام نهاد دولتی میشه؟ خب این قضایا تحقیق اولش نیاز داره که مشخص بسازه که باز قضیه کدام طرف میره. چون در ابتدای امر ادعا بر فریبکاری بود که یک شرکت آمده، یک نفر آمده یک شرکت ساخته و برای ما با این قسم وانمود میکنه که گویا این شرکت ارتباط داره یا لینک داره با شرکت جهانی، اما این قسم نیست. گویا یک کس یک پروژه را ساخته آمده در پشت مردم صحنه سازی میکنه، پولای مردم هم میگیره. به این اساسی در قانون افغانستان فریب پیش بینی شده. سارانولی افغانستان صلاحیت مداخله در این قضیه را پیدا کرد.
ولی همزمان به این به ما سوالات مطرح بود که شاید یک معاملات تجارتی هم باشه که معاملات تجارتی حقوقی با صلاحیت حقوق و محاکم افغانستان است. ولی به خاطر اینکه همشهری های ما متضرر نشن، خدای نخواسته ضرر مالی به اینا وارد نشه و از هم کشمکش هایشان جلوگیری صورت بگیره و یک تحقیق ابتدایی صورت بگیره، سازمان مالی افغانستان دست به کار شد و این قضیه را به یک کمیته در ریاست تحقیق جرایمش سپرد تا ریاست این موضوع را بررسی کنه. بله. چند مسئله اینجا بسیار مطرح است. یکی که ما سر از این کار میکنیم که آیا این شرکت که در افغانستان کار میکنه با همون بازار جهانی که اس و تجارت های جهانی صورت میگیره، آیا این با اونو وصل است واقعا یا خیر؟ حاشیه دیگری که وجود داره این است که این شرکت ها بدون جواز فعالیت میکردن و همین شرکت بدون جواز بوده، آیا همین طور است؟ من همین خدمت شما عرض ممی بود که به ما چند سوال مهم بود. آیا در افغانستان بانک به این شرکت جواز داده یا نه؟ اساسنامه و طرز عمل سوالات رسیدین؟ یک قسمت زیادش رسیدیم. بله، یک شرکتش که تحت یک نام دیگه بود. باز بعد این چند موضوع بسیار مهم است و کلان است، به این لحاظ که این شخص که شرکت به نام البشیر داشته چند شرکت دیگر را ایجاد کرده بعدن. ما تحقیق ما نه تنها یک قسمت از این در افغانستان بانک نظارت داشته، جواز داشته پس. یک قسمتش نظارت داشته. با اساس از این که این قضیه بر علاوه مسائل جرمی، مسائل مالی و قراردادی و بین المللی داشت، ما یک کمیته ایجاد کردیم به نمایندگی از نماینده امنیت ملی در افغانستان بانک، امی یک اداره دیگه به نام فندراکا یا یاد میشه این اداره را، و همچنان سازمان ملی افغانستان، اینا گرد هم کار میکنن، هر نهاد کار مشخص داره. پس امنیت ملی همه شرکت ها مربوط یک فرد میشده اینجا؟ دقیقاً در این مورد دقیق که همه شرکت ها مربوط یک فرد میشد در این جای بسیار شک نیست، اما تحقیق ما هنوز جریان داره. ما چند سوال اساسی رو میخواییم پیدا کنیم در این قضیه. اول، این شرکت در افغانستان کار میکرده، اساس کارش چی بوده؟ قوانینش، طرز عملش، راههایش برای پیشبرد امورات نظاممندش نشان بده چیست؟ دوم، آیا این شرکت با اون شرکت بین المللی رابطه داره یا ای که یک تحت نام یک شرکت برنامه ریزی شده پولای مردم حیف و میل میشه؟ بله. و از طرف دیگه هم چیزی بسیار بر ما مهم است که تثبیت خساره شود، چقدر پول مردم آمده. بله، شکایت هایی که ثبت شده، شما اشاره کردین که تعدادی از افراد آمدن و شکایت ثبت کردن در لوی سارنوالی، این مشتریان به چه پیمانه در این شرکت ها سرمایه گذاری کردن و فعلا هم ادعایشان است که سرمایه ما در یک حالت نامعلوم قرار داره؟ در این مورد اگر شما بر ما بیشتر بگویید. من فکر میکنم با توجه به وقت بسیار به یک وضاحت زیاد نیاز داره. اصلا پروژه چیز، برنامه چیز؟ یک شرکت آمده، یک شخص آمده در افغانستان یک شرکت ایجاد کرده به نام سرمایه گذاری های اینترنتی آنلاین. شما میایین امروز از بازار جهانی یک مقدار تیل خریداری میکنین؟ بله. تیل خریداری میکنین بدون از این که شخص طرف مقابل شما معلوم باشه، از طریق یک اپلیکیشن در کامپیوتر خریداری تیل صورت میگیره. فردا این پول انتقال پیدا میکنه. فردا زمانی که نرخ جهانی در رابطه با تیل پایین میشه یا بالا میشه، مفاد شما انتقال میکنه اوتوماتیکلی. این در سطح بین الملل است. آیا ما در پشت در تحقیق از این هستیم که میخواییم این واقعیت پیدا کنیم که آیا همین شرکت با همون شرکت بین المللی در رابطه است یا خیر؟ یک مسئله بسیار مهم همی است بر ما. یا اینکه خودشان یک پروگرام اینجا آمدن انسال کردن در کامپیوتر، مردم فریب میتن و کارن. وقتی که از مردم پرسان میکنیم پولتان از کجا میگیرین، میگه یک شخص برای ما پول میآورد. اکانت بانکی دارین؟ معلوم نیست. با کی شما طرف بودین؟ معلوم نیست. ارقامی که گفته شده در گزارشات، آیا ارقام شما تایید میکنین؟ ارقام سرمایه گذاری که از طرف مردم و مشتریان شده؟ نه خیر، تو هنوز به ما تثبیت سرمایه گذاری و میلیون ها دلار نو سرمایه خب گذاری بحث مالی از اینا بیشتر ارتباط میگیره با محکمه تجارتی که بعداً تثبیت شود سرمایه گذاری ها تا چه اندازه بوده، خساراتی که وارد شده تا چه اندازه بوده و کیا. و این هم یک نفر نیست. وقتی ما معلوماتی داریم و بعضی نشست های امرای دوستان می داشته باشیم، به ده ها و صد ها نفر است که در این بازار استفاده میکردن، اما هیچ کس طریق استفاده از این نمی فهمیده. بله آقای رسولی، نتیجه تحقیقات لوی سارنوالی چه زمانی تمام خواهد شد و
این موزل یعنی چه زمان وقت مشخص های دادا میتونیم؟ در یک قسم یک شرکت از این تحقیقات ما تقریبا تکمیل است. یک قسمت دیگیش که امو چند استیلام از افغانستان بانک ما کردیم، چند معلومات از افغانستان بانک خواستیم، اما معلومات که از افغانستان بانک به ما بیایه، معلومات که من از سارنوال بخش مربوطش گرفتم، اونا میتونن مسیر از این قضیه را مشخص بسازن که این قضیه یک قضیه تجارتی حقوقی است یا یک قضیه جزایی است. کسایی را آمدین تحت نام شرکت و یک بازار جهانی و معاملات تجارتی فریب دادین و پولای مردم با استفاده از این برنامه اونا دزدیدین و به جیب شخصی افراد انتقال کرده. ما را میتونه مسیر قضیه ما را مشخص بسازه و ما تصمیم میگیریم. تلاش بیشتر ما هم به همین بوده که ما باید به واقعیت قضیه برسیم. اگر واقعا یک پروژه و یک برنامه است که در قوانین افغانستان جای داره، بله، خوب است که این تحقیقات ما زمین اساس شوه بر نظاممند شدن چون این فعالیت ها مردم بیاین سرمایه گذاری بکنن. اما اگر برنامه سبب میشه که بر سرمایه های مردم یا به دارایی های مردم صدمه وارد بکنه، ما باید پیشوری از برنامه را بگیریم. تشکر، سلامت باشین. تشکر از تشریف آوردین. با پایان برنامه امروز رسیدیم. خدا نگهدارتان. سلام دوست عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین، برای پیوستن با چینل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.